اون چه که به من انگیزه کار میده، عشق بی پایانم به رقصه. رقص مثل زبان ممتازیه که من خوب بلدم. من رقص رو از کودکی شروع کردم. وقتی 5 سالم بود، پدر و مادرم منو به مدرسه ژیمناستیک فرستادن. چند سال ادامه دادم، ولی بعد پشتم یه مشکلی پیدا کرد. برای همین مجبور شدم ژیمناستیک رو ول کنم. خیلی ناراحت بودم، چون رویام این بود که قهرمان المپیک بشم. رقص جایی در آرزوام نداشت. بعد از این اتفاق پدر و مادرم منو به آکادمی طراحی رقص مسکو فرستادن که باله یاد بگیرم، ولی خودم خیلی میلی به این کار نداشتم. همش میخواستم اونجا رو ول کنم. با خودم گفتم یکم میمونم و بعد میرم، اما در نهایت نرفتم و بالرین شدم. باله حرفم شد، علاقه و عشقم شد. بعد از پایان تحصیلم به باله بولشوی پیوستم و مدت 7 سال با اونا کار کردم. بعد از مدتی برای پیشرفت و اندوختن تجربه های بیشتر، بولشوی رو ترک کردم و با طراحان رقص متعددی در جاهای مختلف کار کردم. در نهایت راه هم به اپرای سلطنتی لندن باز شد. ژیزل شخصیتیه که خیلی دوستش دارم و حدود 10 ساله که هر از گاهی نقشش رو اجرا میکنم. برای این نقش لازم نبود در قالب خیلی متفاوتی فرو برم، چون ژیزل به من خیلی شبیهه. من هر سال این رقص رو اجرا میکنم و هر بار که اجراش میکنم مصادف میشه با یه اتفاق مهم در زندگیم. ماجراش ماجرای عشق و خیانت و فداکاریه. بیشتر باله ها رابطه بین یک مرد و یک زنه. برای همین برای من خلق رقص بدون یه همبازی خوب غیر ممکنه. رابطه بین دو رقصنده خیلی مهمتر از رقص فردی خود آدمه. محدودیت‌های باله کلاسیک برای من خیلی دست و پاگیر بود. می‌خواستم از اون فراتر برم و چیزای تازه‌ای امتحان کنم. متوجه شدم که اصول در همه رقص‌ها یکسانه، فقط حرکات متفاوته و با هر رقصی رقصنده همون قدرت بیان رو داره. اسم این اجرا رو برای این گذاشتم رقص خالص، چون برای من رقص یک زبانه. مهم نیست اگر رقص معاصر اجرا کنم یا باله یا یه رقص دیگه. مهم نیست که کفش باله بپوشم یا هر لباس رقص دیگه ای. رقص رقصه.
создала, но мне кажется, что это очень здорово. یه رقصنده باید در هر چیزی جذابیتی ببینه و همه رو امتحان کنه. استعداد فقط به این شکل رشد و پیشرفت میکنه.